به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. به این ویدیو میایم لول خور دیزاین میکنیم و محیط که پلیر داخل از بازی میکنه رو میسازیم. خب لول بیلدینگ یا لول دیزاینینگ کار خیلی مشکلیه، به خاطر از اینکه باید خیلی وقت بگذاریم روی طور تیار کنیم. ما وقت گذاشتم و قیمت هایی که نیازه برای هر کدام از الیمنتار یادداشت کردم. طبق همون قیمت ها ما کار میکنم که وقت سیم خیلی گرفته نشه. شما هم میشه که لول دلخواه خود خورتیار کنیم یا از رو قیمت هایی که ما ست میکنم برای هر آبجکت شما هم میتونیم که پیش بریم. خب اولین کاری که ما بکنم اینه که ما هم به داخل از این صفحه گراوند ایجاد کنم. برای ایجاد گراوند میریم به قسمت جیومتری شیپس، یا از شیپ میتونیم استفاده کنیم یا از برش ها. جیومتری برش از میریم به قسمت جیومتری کلیک میکنیم. اگر پلیس اکتورار نداریم از قسمت کرییت پلیس اکتورار یا آلت پیر میزنیم که باشه. از اینجا میایم یک باکس ایجاد میکنیم، میندازیم باکس به داخل صفحه و بعد میایم برای از این قیمت تعیین میکنیم، این که به کجا باشه، چی روتیشن داشته باشه و یا چی اسکیل داشته باشه. خب میایم قیمت لوکیشن از این ست میکنیم. از لحاظ لوکیشن که موقعیتی میشه میگیم x یا 0 باشه، y یا 0 باشه، قیمت زیدی باشه منفی 5. این شده از لوکیشن. روتیشن کار نداریم، اسکیل هم کار نداریم. ما اسکیل از این میایم از داخل برش سیتینگ تغییر میدیم. میبینیم اینجا برش شیپ یا باکس x و y زیدی رو میتونیم حالا تغییر بدیم. خب ما که گراوند بسازم به خاطر باید قیمت های زیاده بودم برای ازی. پس برای گراوند اول میام 2800 به x میدم و قیمت 5000 میدم برای y و قیمت 10 میدم برای زیدی. حال میبینیم که این گراوند ما ساخته شد. ما اسم از این را میگذاریم گراوند یک. میتونیم از اینجا اسمی رو تغییر بدیم، میتونیم هم از داخل دیتیلز پنل تغییر بدیم. گراوند یک میگذارم چون باز بعدن گراوند دیگه هم ایجاد میکنم برای او. خب این شد از گراوند یک. حالا میریم یک گراوند دیگه ایجاد میکنیم. برای ایجاد یک گراوند دیگه میریم به قسمت ویو بود. ما میر بگم که شما میتونیم از این قسمت هم گراوند اضافه کنیم و لول کور دیزاین کنیم. میریم به قسمت تاپ، از این ما این زوم اوت میکنیم، میبینیم که گراوند یک مونه. گراوند دو هم میتونیم اندازیم داخل از این ویو ایجاد کنیم. خب این گراوند دویه، میبینیم شما که به اینجا هست، میبر x و y. میتونیم قیمت از این هم برین شما ست کنیم، مثلا x یا چند باشه، y چند باشه و نوم یا چی باشه موضوعات. خب اول میام نوم از این تغییر میدم، رو از این دبل کلیک میکنم که نوم تغییر دم، اسم از این میگذارم گراوند دو. خوبی شد گراوند دو. حال میان قیمت لوکیشن از این ست میکنم. قیمت لوکیشن یور میگم از لحاظ x 0 باشه، چون ما هم که همتراز این گراوند یک قرار بگیره. از لحاظ y میگم 8700 باشه و از لحاظ z هم همون قیمت ده، همون قیمت منفی 5 یکی قبلی داشته باشه. این شد لوکیشن از این. ببینیم به اینجا قرار گرفت. حال میایم سایز از ایرم تغییر میدیم. سایز از ایرم میگم از لحاظ x 2800 باشه، از لحاظ y 10000 باشه و از لحاظ z هم 10 باشه. خب قسمی که میبینیم شما اینجا یک گراوند هم ایجاد شد، همتراز با اینه، فقط یک فاصله بین گراوند یک و گراوند دو هسته که ما دقیقا مستم همین حالت باشه. پس میریم به ویو مود پرسپکتیو. خب میبینیم که ما دو تا باکس داریم به فاصله بین از اینا ایجاد شده. این فاصله به نام گپ یاد میکنه که ما دقیقا مایم همین قسم باشه. من میام یک کمی اوتلاینر بزرگ میکنم، سن لایت انتخاب میکنم. میبینیم که قبلا می استاتیک کردم. وقتی یک لایت استاتیک میشه تغییرات داخل ویو پورت میاریم. شما نیازه که لایت ها رو بریم بیلد کنیم که تغییرات ببینیم. سیو میکنیم لول خور، یاد شما باشه سیو بکنیم و بعد برای از اینکه تغییرات لایت مشاهده کنیم بریم روی لایت بیلد لایتینگ اونلی کلیک کنیم. یاد شما باشه سیو بکنین، چون بعضی وقتا ممکنه انریل انجین کراش کنه و باز این کارهایی که کردیم همگی پاک میشه. پس میریم به فایل روی گزینه سیو آل کلیک میکنیم. حالا میایم روی بیلد و بیلد لایتینگ اونلی کلیک میکنیم. منتظر میمونیم تا لایت بیلد شه. الو اکسس میکنیم. حالا ما میایم که برای از این آبجکت ها خو ببینیم اینجا لایت ایت بیلد میشه، البته تا حال بیلد نشده. خب اینجا منتظر میمونیم تا بیلد چه کامل حال بیلد شد.
و حال میبینید که تغییر به داخل از این بیامد. حال میایم برای از این اکتورها خو متریال اضافه میکنیم. به قسمت کانتنت براوزر میریم، به فولدر متریالز میریم و از این قسمت ایم اندرلاین گراوند گراسه برای هر دو تا از اینا دراگ و دراپ میکنیم که متریال اضافه شه. بخوندن که ما میتونیم با استفاده از دراگ و دراپ روی آبجکت متریال برای اضافه کنیم. حالا میایم پلیر اکتور را میندازیم به داخل از ای، یا پلیر استارت اکتور، به خاطر از اینکه از جایی که ما این پلیر شروع کنه یا بذیر شروع کنه باید ما به اینجا دیشتا باشیم. پس میایم اینجا استارت نوشته میکنیم، خود پلیر استارت میاره. این میندازیم داخل صفحه و بعد موقعیت از این میایم تغییر میدیم. موقعیتی که ما برای از در نظر گرفتم 0-2300 و 100. پس میایم اینجا قیمت 0-2300 و 100 برای از این تعیین میکنیم. -2300 و قیمت 100. این قیمت لوکیشن از این میشه. روتیشن از این هم میاییم 0-0 و 90 تعیین میکنیم. 0-0 و 90. حالا اگر من پلی بزنم شما میبینید که پلیر از این جگاه شروع میکنه به زیر و میتونه که حرکت کنه. ببینیم این کامره به اینجا یک گابی وجود داره و به اینجا لول ختم میشه. ای گراوندی بود که ما ساختیم. حالا میبینیم به اطراف از ای گراوند وال یا دیوار هم ایجاد میکنیم. خب برای از اینکه وال یا دیوار ایجاد کنیم نیازه که باز بریم یک شیپ دیگه به نام باکس ایجاد کنیم. البته اینا که ما میگم این باکس قسمت جیومتری میشه، خب برش میشه. یک برش ایجاد میکنیم، این چی میندازیم داخل صفحه و بعد میاییم موقعیت از این تغییر میدیم. میبینیم که چون ما متریال قبلا گراس انتخاب کردیم به همون رنگ ایجاد کرد. میر پس دلیت میکنم و مایم که به یک متریال دیگه ایجاد شه. پس میام از اینجی متریال که مایم انتخاب میکنم، مثلا میام از اینجی یکی از این متریال ها رو انتخاب میکنم، این متریال انتخاب میکنم و بعد از باکس کش میکنم اندازم اینجی. شما میبینید که به همون متریال ها لگ ایجاد شد. میاییم برای از این قیمت لوکیشن از این میدیم 13.50، قیمت اکسیو شد، قیمت وای میدیم 5600 و قیمت زید از این هم میدیم 200. سیف میکنیم. یه شد اگر از قیمت لوکیشن اکس میشه 13.50، 5600 و 200. میاییم برش ستینگ و قیمت اکس و وای زید از این هم ملک تغییر میدیم. میگیم از لحاظ X 100 باشه، از لحاظ Y قیمت زیاد میدیم، میگیم قیمت 16200 باشه، چون کامل همین مویتر از لحاظ Y در بر بگیره. و از لحاظ Z هم میگیم قیمت میاییم 400 میدیم که کمی دیوار بالاتر شه. این شد دیوار دست چپ. دیوار دست راست هم به همین حالت ایجاد میکنیم. کافیه که بیایم از روی از یک دوپلیکیت بگیریم، بگیریم به اینجی و فقط قیمت لوکیشن اکس از این که قبلا مثلا بوده -1000 حالا میایم ایر -1000 میکنیم. البته قیمت اکس از این هست -1350 یا -1350، قیمت -1350 میکنیم، -1350. ببینید دقیقا به جایی که ما سیم قرار گرفت. فقط میاییم باتوم وال و تاپ وال رو، یعنی دیواری طرف و این طرف رو ایجاد میکنیم، باکس دگی ایجاد میکنیم. میبینیم که به همون رنگ ایجاد کرد، به همون متریال ایجاد کرد. حالا قیمت لوکیشن از این میاییم سید میکنیم، میگیم از لحاظ ایک سفر باشه، از لحاظ وای منفی 2450 باشه و از لحاظ زید هم قیمتی باشه 200 و اسم از این هم بگذاریم. یاد شما باشه که اسم از این رو بگذاریم، اسم از این بگذاریم مثلا باتوم وال. اگر ایکاد اگر نگذاشتیم این رو میشه بگذاریم. این مثلا میشه رایت وال، رایت وال و یکی دیگه هم میشه لفت وال، لفت وال. سایز از این هم میاییم از قسمت برش ستینگ تغییر میدیم، میگیم باشه 2600 100 و 400. البته من قیمت شیر تغییر دادم، قیمت لفت وال تغییر دادم، کنترل زید میکنم که پس لفت وال سر جا خوب بیایه. من باید این قیمت باتوم وال تغییر بدم. پس میایم به قسمت برش ستینگ، میگیم 2600 باشه
قیمت وایو باشه 100، قیمت زیدی هم باشه 400. خب یک از مشکلاتی که فعلا اینجا هستم این لفت وال، ما قیمت رو دمت که تغییر دادیم اشتباه شده، قیمت اکس از این باید ما تغییر بدیم، قیمت اکس از این 100 میشه نه 2600 که پس به سر جا. خوب حالا از این وال دوباره یک دوپلیکیتی میگیریم، اسم از این تغییر میدیم، میگذاریم تاپ وال و میاییم قیمت از ایران تغییر میدیم. ببینیم به ای را که ما کش میکنه قیمت وای تغییر میکنه، پس ما مایم ایر ببرم با آخر قیمت وای از این میدون 13650. سیف میکنم اف میزنم اینجی که تاپ وال فوکس کنیم، ببینیم بیامد با آخر. پس این محیط حال ما تیار کردیم، پس میریم به فایل سیف وال میکنیم که کامل ساخته شد. به ویدیو بعدی باز در مورد اشیای داخلی هستی که چی قرار انجام بدیم داخلی رو صحبت میکنیم. به ویدیو همین اندازه بسه. تشکر، موفق باشین، وقت شما خوش، خدا نگهدار.